رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی سلام، خوشحالم بفرمایید. از اینکه باهاتون تماس میگیرم. من خیلی سعی کردم بارها باهاتون تماس بگیرم ولی نتونستم. الان خیلی هیجان زدم راستش رو بخواید. لطف دارید بفرمایید. من اگه میخوام یه توضیح اول راجع به خودم بگم، راجع به کودکی خودم معرفی کنم، بعد راجع به مشکل که الان دارم باهاتون صحبت کنم. بفرمایید. من 33 سالم، ازدواج کردم، همسرم 36 سالشه، فرزندی ندارم. بعد کودکی خیلی سختی داشتم، هم پدر مادرم با هم مشکل داشتن خیلی زیاد، هم اینکه یک برادر خیلی مشکل داری داشتم که از بچگی همش اذیتم میکرده، حالا راجبش توضیح میدم. از همون مثلا من حدود اختلاف سنی یه برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره. من تقریبا فکر میکنم 8-9 سالم بود که برادرم وقتی به دور مثلا بلوغ رسید کلن یه قاطی کرد. یعنی حالا من قبلش رو واقعا زیاد نمیدونم، یعنی مشکل فکر میکنم تمرکز و توجه هم دارم و کلا حالت فرام، یعنی خیلی چیزا رو یادم نمیمونه. وقتی همونم یعنی از کودکی قبل اون خیلی چیزا یادم نمیاد، ولی از همون 8-9 سالگی من مشکلات هم شروع شد، همش منو اذیت میکرد، حسادت میکرد. بعد یه حالتهایی داشتش که متاسفانه خیلی خانواده مرفه و حالا به نسبت تحصیل کرده بزرگ شدیم، منتها اصلا اعتقادی به روانشناس حالا یا نداشتن یا اینکه حالا میخواستن مخفی کنن از بقیه. ولی برادرم هم وسواس شدید شروع شد از همون دوران، در حدی شدید که من اصلا تا حالا نشنیدم ندیدم همچین چیزی، حداقل خودم تو اطرافیان خودم که مثلا از کنارش رد میشدی میگفتش که تو طوری از کنار من رد شدی که این بادی که از رد شدن تو به من خورد منو کثیف کرد. مثلا غذا همیشه غذاهای ما رو زمین بود، مثلا هر سری بهونه‌ای در می آورد که مثلا نمیدونم من مو دیدم تو این غذا، دستاتو نشستی غذا رو درست کرد. یه همیشه زندگی ما در حال گریه و کتککاری و اینا گذاشته. یعنی همیشه مامان من میگفت من فقط تو رو سالم مثلا یه چش جایی در نیومده من تو رو به یه جایی برسونم برام کافیه. بعد مادرم هم شدیدن کتک میزد، یعنی همیشه مثلا به یه حالتی داشتش که تا وقتی که گریه و یعنی اون استیصال کامل رو از طرف نبینه ول نمیکرد. متاسفانه یه پدر خیلی مثلا بی خیال و به حالت کلا پسیفی داشتش که هیچ کاری نمیکرد. یعنی من مثلا یادم میاد که برادرم مثلا مادرم رو وقتی کتک میزد، پدرم مثلا باشه یخچال واسه خودش میشست سیگار میکشید، بعد ما همش جیغ و داد و مثلا نمیدونست که جونتو کجا ببری. بعد بابای من مثلا میشتیم و سیگار رو یک کاری بود، من نمیدونم که خودتون مشکلتون رو حل کنین. یعنی اینجوری بود. و حالا اگه جزئیات بیشتری بخواید من یه سوالی بکنم. همینجا صبر کنید. حالا البته شما دلیل نداره که درباره کودکیتون بدونید و هیچ ارتباطی هم به موضوع ADHD و اینا نداره. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری، یعنی 4 تا خانواده، مسائل و مشکلات روانی چی داشتید؟ الان اونم میخواستم توضیح بدم. من نمیدونم یعنی دقیقا، ولی همه یه جورایی مشکل دارم و مادر من فوت کردن چند سال پیش و اونم متاسفانه اولش حالتهای پارانوید داشته، بعدش دیگه تبدیل شد به اسکیزوفرنی که یعنی نه تبدیل شدنی نه نه صبر کن صبر کن. یعنی مادر جون بیماری اسکیزوفرنی داشته؟ بله.
یعنی این تشخیص داده شد، چون علائمی هم در برادر پیدا بود. چون ببینید اون چیزی که با اون پارانویا شدت تشخیص داده شد، یعنی خیلی دیر، اون هم دارم میگم، یعنی من یه بار سنگین خشم و نفرتی از کودکیم دارم حمل میکنم، چون که همش مثلا اهمال کاری شد و من خیلی نه دوام اهمال دارم کار نه 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 سب کنید سب کنید سب کنید اهمال کاری نشده عزیز. مثل اینکه شما برگردید بگید من نمیتونم چرا پدر و مادر من ژاپنی و چینی رو نمیتونستن خوب بخونن. خب اینا ژاپنی یا چینی نبودن. اگر فرض کنید مادری دارید که نوع پارانوید بوده، بعدا میگید اسکیزوفرنی شده، چون اسکیزوفرنی پنج نوعه. یه نوعش که اتفاقا به دارو بیشتر از همه جواب میده، ولی بدترین نوع اسکیزوفرنی پارانوید اسکیزوفرنی هست. بنابراین اون چیزی که شما دارید میده، بعد این چیزی نیست که به وجود بیاد، این یه چیزی که هست، فقط تظاهرات خودش رو نشون میده و بعدم احتمالاً برادر یه زمینه ای از اون رو داشته. یا حالا میرسیم برای که الان چون 38 سالشه میکنم چه خبره. نه من نمیخوام شما تصمیم بگیرید و تشخیص بدید چه بوده. من فقط برام کمی مهم این هست که مثلا در خانواده مادری، دایی، نمیدونم خاله ای، پسر خاله ای، پسر دایی، کسی که بستری شده باشه، کسی که خودکشی کرده باشه یا اقدام به خودکشی کرده باشه، کسی که اعتیادهای سنگین و شدید داشته، اونا رو داشتید یا نه؟ چی نداشتیم. خانواده پدری مادری همشون تا جایی که من میدونم حالا سالم، موفق و نبوغ بسیار زیادی توی خانواده ما شایع، که یعنی تک تک مثلا کازن هم همشون مثلا یا یه دانشگاه خیلی خیلی مطرحی خوندن. خب اونا نشون دهنده چیزی نیست. نه صبر کنید عزیزم، صبر. اگر بیایم آمار اسکیزوفرنی رو نگاه کنیم تو مردمان بی سواد و بریم توی کسانی که استادان دانشگاه هستن یا بالاترین مدارک دانشگاهی دارن، مال استادا بیشتره. نه اینا چیزی رو نشون نمیده. چرا من به شما گفتم شما بیا تشخیص ندید، شما گزارش بدید. اینکه شما اصلا موفق از نظر تحصیلی، خیلی از وقت خود اون بیماریه، خود اون یه وسواس سنگین و شدیده، خود اون یه وحشتی است از حس. وسواس در حد برادرم نه، ولی توی مثلا دختر عمم هم وسواس بود، طوری که مثلا همه میدونن که نباید روبوسی کنم با ایشون مثلا دست بدن. حالا قبلا الان یه ذره بهتر شده، کمی دستاشون. همین من دنبال اونا هستم، ولی این از خانواده پدری تونه، ولی من خانواده مادری بیشتر برام مطرحه. حالا بذار همینجا یه حاشیه بریم، من با شما کاری ندارم. برادر درسشو خوند، خلاصه درسشو خوند، نخوند، دانشگاه رفت، نرفت، ازدواج کرد، نکرد، الان چه شرایطی؟ برادرم حدود، یعنی مشکلی که الان منم دارم، یعنی به خاطر مشکل خودم زنگ زدم، حالا اونها به کنار، برادرم چند تا رشته روش کردش، حالا خوند، ول کرد، بعد مثلا شهر دوری قبول شد، نرفت. تا آخرش میام، یعنی من همیشه اسم میکنم یه حسادت خاصی به من داشته، دقیقا بعد از سالها پاشد اومد رشته که دقیقا من خوندم و رخ شروع کرد با هزار تا، یعنی یه دانشگاه خیلی مثلا تو شهر کوچیک دانشگاه آزادی خوند که با پول و رشوه و فلان و اینا، یعنی فقط خواست که اون رشته رو تموم کنه و هیچ کاری با اون رشته نکرده تا به الان. الان هم هیچ کاری نمی کنه. یه ذره بهتر شده بعد از فوت مامانم، اونم روانپزشک رفت، ولی من همش بهش میگم که به روانپزشک اشتباهی رفت کلن، چون که حالا من دقیقا در جریان داروهایی که بهش داده نیستم، ولی یک شد دیدم و توی اینترنت نگاه کردم، نه فقط این دارو داروی ضد استرسه. یعنی من فکر نمی کنم مشکل برادر من مشکل استرس باشه، چون حالا من اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، چون نه من نه نه عزیزم نه ببینید من از شما فقط گزارش خواستم. دوم، دو دفعه دلیل داره اینو تکرار، دو دفعه به شما گفتم شما بیا تشخیص ندید. شما نیاد به من بگید که روان پزشکش خوب نبود، شما نیاد به من بگید دارویی که میخوره ضد استرس پس درست نیست. ای بسا تنها داروی مناسب برای اون بیده. آخه من از شما دلیل دارم، یعنی شما خودتون رو یه جوری دانا و آگاه همه چیز میدید و اون کار دستتون میدید. نه اونطور نیست، ولی چون من دارم میبینم الان مثلا
رفتار خیلی خوب شده با من و مثلا حتی من با من که حرف میزنه من اون خشم گذاشته رو همش روش تخلیه میکنم، هی مثلا همیشه مکالماتمون با دعوا و جیغ من تموم میشه، ولی اون خیلی خیلی آرومه، خیلی مثلا به طرز عجیبی مثلا حالا من نظر من الان من الان من تمام مشکلاتش مونده. خاله خب مونده که مونده. نه ببینید آخه باز گفتم شما حکم صادر میکنید، ولی اگر شما من میگفتید یک کسی بوده که در دوران نوجوانی من اینجوری اذیت میکرده و این حالات سخت و سنگین وسواس رو داشته، حالا طوریست که به اون بدی نیست، خیلی بهتر شده، بالاخره یه مدرکی حالا هر جور و به هر دلیلی گرفت که اصلا اون مهم نیست گرفته، من گفتم باری که الله به دکتر روانشناس و روانپزشک که تونستن یه آدمی که ای بسا حالا برای که فیزیکی باشه اون دارن به کسی برنه دو تا پا نداشته کمکش کنن بتونه با دستاش بهتر از پای بقیه راه بره. بنابراین بیاد اون راه کنید. من علتی هم که پرسیدم بر جهت با شما بود، من نمیخوام برم دنبال بحث برادرتون. برادرتون به من نشون میده حالات و توصیف شما برای من مهمه. برادر ازدواج کرده یا نکرده؟ یه بار ازدواج ناموفق داشته، بسیار خیلی سن پایینی بوده. بسیار خود شما چند سال ازدواج کردید؟ من خودم 2 سال ازدواج کردم. بسیار خوب. از زندگی زناشوییتون راضی و خوشحال هستی؟ خیلی راضیم. همسرم خیلی آدم خیلی خوبیه، با هم خیلی مشکیم از لحاظ فکری، یعنی همیشه ما حرف برای گفتن داریم از لحاظ کاری، مثلا چیزایی که دوست داریم مثل همه. بسیار عالی. جنسی زیاد خوبی نداریم ما هم. یعنی چی خیلی خوبه؟ یعنی چی؟ یعنی چی خیلی خوبی نداریم؟ اصلا کمیتش یعنی هم کیفیت؟ نه کلا هم کمیتش هم که حالا کیفیتش رو نمیتونم بگم که خیلی بده، ولی کمیتش مثلا بعضی موقع حتی مثلا میشه 2 ماه رابطه نداریم، 1 ماه نداریم. خب نه اون خیلی بده. نه اون برای دو تا جوان 30 و 30 نه اینجوریه که من نخوام. اوایلش من مثلا یه ذره بیشتر میخواستم، ولی نمیتونم بگم من خیلی میخوام و ایشون مثلا نمیخوام. کلن یه جوری سرد هست. من باش مثلا میگیم امروز حال نداریم، یا میگه امروز من دوش نگرفتم، امروز خیلی سرم شلوغه. بعد تطوی یه جوریه که من مثلا آخرین بار گفتم واقعا دیگه اینا نگو، مثلا گفت یادم بنداز فردا شب مثلا با هم مثلا به من بگید که مگه به من بفرمایید همسرتون فرزند چند رو من؟ همسرم توی بین 4 تا فرزند فرزند دوم هستن. اوکی بسیار. هر دو رشته تحصیلیتون چیه؟ یعنی آخرین مدرکتون؟ من لیسانس معماری تموم کردم، بعد فوق لیسانس مسترش رو یه شاخه دیگه ای از معماری رو شروع کردم ولی ول کردم وسطش. خب چه کار میکنید شما؟ الان دقیقا مشکلم همینه که هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. نمیتونی؟ هر روز صبح تا شب ایده های مختلف میدم. بسیار بسیار مطالعه، یعنی صبح تا شب لپتاپ جلوم بازه، همه چی میخونم، تمام مقالاتی که فقط مثلا شاید شاخه پزشکی مطالعه نمیکنم راجع به تکنولوژی بازاریابی. نه اون فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ هیچی اتفاقا یعنی همه اینا گفتم که برگردیم سر این مشکل. آخه عزیز من باز شما همینجوری هم عزیزم لغتی که به کار میبرید میگید نمیتونم کار بکنم. من اونجا کار دارم، شما قرار نیست تصمیم بگیرید چی کار میکنید. نمیتونم این نداریم، شما نمیخواید. حالا اون به کنار. بنابراین شما کاری الان نمی کنید. ممکن میگید همسرتون شغل و کارشون چیه؟ همسرم دانش دکترا هستن، همزمانم سالهاست دارن کار میکنن. بسیار عالی. از کجا شما تلفن میکنید؟ من از ترکیه تلفن میکنم. شما چه مدتی از ترکیه هستی؟ من حدود 5 ساله. اون وقت همسر هم همینجا آشنا شد. ولی ایشون ایرانی هستن دیگه، درسته؟ بله ایرانی هستن. از کجا شروع کنم دوباره بگم؟ شما الان بگید مشکلی که دارید چه هست و برای چی لطف کردی تلفن کردید؟
من الان مشکلم همینه که حالا نمیدونم واقعا بهونه است یا چیه. من همش مثلا گذشته رو هی زیر و رو میکنم، هی اعصابم خورد میشه، هی یه سری از ناتوانیام و مثلا هی مثلا به گردن گذشتم میندازم. همش مثلا چند وقت یه بار یاده مثلا کلا شروع میکنم به گریه کردن و میگم من اگه اینجوری نبود این کارو میکردم اون کارو میکردم. چون واقعا من دانش آموز خیلی خوبی بودم، تو همون مدرسه ای که شما دوست نداریم درس خوندم، ولی واقعا اصلا نتونستم. یعنی برادرم یه وضعی بود توی خونمون که من اگه میخواستم هم واقعا نمیتونستم. یعنی من حتی شده از دست برادرم زنگ زدم پلیس 110، یعنی از ناتوانی که منو نکشه تو خونه. همه کتابامو پاره میکرد، میرفتم کلاس مثلا نمیذاش برم. خیلی قبلا مثلا از هر چیزی یه هنری داشتم، یعنی همین رشته‌ای که هم که خوندم بسیار خوب مثلا نقاشی میکشیدم، ورزش های خیلی خوبی داشتم، مدال ورزشی دارم، یعنی خیلی مثلا موسیقی کار میکردم. ایشون مثلا نمیذاش، میگفت صداشو با تو مغزم میومد مثلا میشکون سلام میکرد. بعد اون هم که من وارد دانشگاه شدم، یعنی از همون سالای اول دانشگاه مشکل مادرم شروع شد. من همش فکرم توی خونه بود که مشکل برادرم هم ادامه داشت. همش میگفتم که توی خونه داره چه اتفاق میفته. بعد اینم بگم که من توی بچگیم مثلا نصفشو همش خونه همسایه و خونه مادر بزرگ و اینا بزرگ شدم، چون مادرم فقط سعی میکرد منو دور کنه از اون محیط. ولی همش استرس داشتم. یعنی زندگی من کلا از اول توی استرس و با گریه و ناراحتی گذشته. الانم که مادرم فوت کرده، چون خیلی برادرم وابسته بود، یعنی برادر من اذیت میکرد، بعدش خودش میومد گریه میکرد، میگفت ببخشید مثلا، یا برا من حتی با این که مثلا چیز میکرد، من میدونم خیلی من دوست دارم منو، کادو میخرید برا من، یه کارایی میکرد که از دلمون در بیاره. ولی دوباره مثلا چند ساعت بعدش یا فرداش همون حالت ها بود. بعد مادرم هم که مریض شد، من بعد از اینکه درسم رو تمام کردم ادامه ندادم، تون رفتم پیششون و هیچ کس نمی برد. دکتر همش می پوشوندن این قضیه رو که مبادا دوست و آشنا و فامیل بفهمه این قضیه رو. من از بچگی روانشناسی هم که می رفتم می گفتش که تو در درونت یه کودک درون مثلا 5-6 ساله داری، در مقابلش یه والدین، حالا دقیقا اصطلاحش رو نمیدونم، من چیزی که اینجا رفتم ترجمه دارم میکنم، یه والدین مثلا 60 ساله داری توش، که این دوتا با هم دارن چلنج میکنن. چون تنها فرد منطقی که توی خونه بود من بودم، پدرم به شدت غیر منطقی بود و من همیشه نفرت داشتم. یعنی مثلا میگفتی که خب الان خونه خراب شده، ببین اینو ببین عوض عزیزم کنیم. میگفتی ببین که شما عزیزم. هنوز بلد نیستین لیواناتون رو بردارین. ببین عزیزم، باز شما رو الان من رها کنم تا 20 یا 50 ساعت دیگه میخواد شرح مصیبت. عزیزم یک زندگی مزخرف بد پردرد پررنج بیمسئولیت بیمارگونه شما داشتید، با پدر بیمار، مادر بیمار، برادر بیمار، زمینه ارثی هم داشتید. پس بنابراین شما دارید به من میگید من یه تصادف کردم، ولی از همون فاصله که با دو تا ماشین به هم خوردیم، ماشینای بعدی هم سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی اومدن زدن به ما. یعنی اگر یه چیزی از ما سالم مونده بود یا از اتومبیل، ماشین بعدی و بعدی زدن داغون کردن. بنابراین حالا شما دو تا راه دارید. یکی این که بخواید برید سراغ تصادف، یعنی هر روز و هر شب تصادف رو دوباره راه بندازید و با تمام اون تصادفی که راه میاندازید، تمام احساس و حال بد و خشم و تنفر و بیهودگی و درماندگی و استراب رو برای خودتون تولید کنید. دوباره برید همون کار رو. یعنی اگر شما بتونن
مغز شما رو اصلا بگن شما نه پدر داشتید نه مادر داشتید نه برادر، همه زندگی رو بردید. این شماره. بنابراین شما قرار جلو خودتون رو بگیرید و جلو خودتون گرفتن راه حلش مشخصه. اینقدر خودتون درگیر کار خوب کنید که کار بد و فکر بد نتونید بکنید. این مورد اول. دوم، برادر شما و پدر و مادر شما بیمار بودن و این بیماری ها زمینه ارثی داره. خودتون علامت منیک دیپرشن یا دو قطبی رو حتما نشون میدید، یعنی نشون میده برخی از اوقات خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، پرجنب و جوشید و برخی از اوقات پایین میافتید، همطور که گفتید مدرسه باهوشان و تیزهوشان و اینا میرفتید، بهره هوشیتون بسیار بالاست و این بهره هوشی درست مثل اتومبیلی است که سرعت بسیار زیادی داره اما فرمون و تربوز نداره، فاجعه است. یعنی اگر شما نصف این هوش رو داشتید اینقدر آسیب نمیدید. اما اون کاری که حالا اون هوشتون و آگاهی که دارید به شما میده اینی که در قبرستان گذشته و در میان مردگان گذشته و جسدها اونجا نمونید. همه علم و علمای دنیا هم جمع بشن، یک ثانیه از زندگی گذشته شما رو نمیتونن عوض کنن یا بهتر کنن یا درست کنن یا تأثیرش رو شما کم کنن. این مربوط به گذشته است. اگه بخواید برید سراغ گذشته، بنده که من همیشه عرض کردم باید از گذشته آموخت نه بهش آویخت. گذشته برای آموختنه نه برای آویختن و شما میخواید خودتون هر روز به اون بیاویزید و بنابراین تضادی که شما دارید اینه. حرفی که بهتون روانشناستون زده درسته، گفته جدال درونی شما که بین کودک شماست و بین والد شما، یعنی اون کسانی که نقش پدری و مادری رو در ذهن شما ایفا میکنن، نه پدر و مادرتون، این جدال انرژی شما رو هدر میده. اون زمانی که این پدر یا این والد برای شما دست میزنه شما میرید تو منیک، وقتی شما رو کتک میزنه میافتید تو افسردگی. بنابراین جدال درونی رو شما دارید ولی شما دلتون خوشه به اینکه برید سراغ اینکه برادرم چه کرد یا پدر و مادرم چه کردن. نه الان خیلی کم شده. نه خیلی کم شده عزیزم خیلی کم نشده. تخصص تو در قبرستان زندگی کردن عزیز، لطفاً منو بشنو. من حاضر نیستم برم سراغ گذشته خوب شادی آفرین. من ممکنه برم ماهی یه دفعه، اون موقع ها البته نه، توی مهمونی دوستان قدیمی 50 سال 40 سال 60 سال قبل پیدا بشن، بشینیم درباره مدرسه یا دانشگاه حرفی بزنیم چند دقیقه، حتی از حوادث بد و دردناک اونجا هم خنده و قهقهه درست بکنیم، ولی این در ماه یک ساعته. حتی گذشته خوب چه رسه به اینکه آدم بخواد بره تو قبرستون و کثافت گذشته بعد تو لجنزار گذشته بخواد بره. بنابراین شما روزی خلاص میشی که از گذشته قطع کنی. به من میگه اون گذشته به تو آسیب زده، حتما. پس حالا که یه ماشین زده به تو که تقصیر تو نیست و دست و پای تو رو خورد کرده، تو نمیتونی با همین دست و پای خورد بمونی برای که یه کسی به تو زده. تو وظیفت و تنها وظیفت اینه که بری دکتر دست و پای خورد شده تو درست کنی. عقل به تو چی میگه اگر یه کسی نه صبر کن نه 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 عزیزم صبر کن. تو روزی که یه کسی بهت کارد و چاقویی بزنه میری دکتر، میگه درش بیارن جاشم نمونه. شما دکتر رفتید ولی دکتران نتونستن کمکت کنن و شما حاضر نبودی قبول کنی که ول کنی گذشته رو، نری دنبال تحقیقات علمی توی اینترنت. اصلا روانپزشک هم رفتم من، بعد حالا دقیقا اسمش نمیدونم، مثلا چی بود یا چی بود، هر چی بود. ببین باز رفتی سراغ اون عزیزم. هر صبر کن آخه، هر کاری که کردن درست نبوده برای که تو هم کاری نکردی، تو الان هم نمی کنی با من. روانشناس رفته مثل که آدم بیاد پزشک رفته آدم بره داروهاشو بگیره نخوره، خب این چه هم کاری؟ رفتم خب بی خود رفتی. علاوه اگر یه چیزای خرابه که نمیشه درست کرد عزیز، من اگر منیک دیپرشن دارم که پلو روانشناس 500 جلسه هم برم درستم نمیکنه، کمکم میکنه با همکاری خودم میذاره اوضاع رو بهتر کنم، دارو که بخورم 70% موضوع رو بهتر میکنه، ولی همه چیز باید با هم هماهنگ باشه. روزی که کسی به من میگه من حتی افسردگی دارم که تو بیش از اون داری، میگم دارو درمانی میخوای، روان درمانی میخوای، خواب درست میخوای، ورزش میخوای، تغذیه درست میخوای، تمام شرایط و موقعیت تو باید عوض کنی، روابط تو همه باید عوض کنی. اگه این هفت تا چیز رو انجام دادی افسردگی تو خوب میشه، ولی نمیشه.
به علاوه عزیز، ما تو دنیایی هستیم که پارسال 83 میلیون آدم که بیش از 60 70 میلیونشون تو بیمارستان بودن، دکتر بالا سرشون بوده، مردن. ما تو دنیایی هستیم که خیلی از اوقات کارا درست نمیشه، تقصیر کسی نیست، طبیعتی است که وقتی که تو یه میوه داری گندیده شد چیکارش میخوای بکن؟ تو یه میوه هلویی داری، نمیدونم گلابی داری، گندیده شده بو میده، حالا به کی میخوای بدی درستش کنه؟ بنابراین تو نگاهت رو باید عوض کنی. تعجب من از همون روانشناسان یا روانپزشکان یا هر کی، اصلا نمیخوام راجبشون بشنوم، که کمکت کنن تو اصلا نگاهت رو عوض کنی عزیز. تو نشستی پشت فرمون زندگی ولی برگشتی پشت سرت رو نگاه میکنی، یا تمام مدت تو آینه داری عقب رو میبینی، خب میزنی میخواد تو به کشتن میدی. یعنی چیزی که به تو میخوام بگم، الان خیلی اینجوری نیستم. الان مشکلی که دارم، من شروع میکنم یه کاری و میگم خیلی هم دوست دارم، بعد مثلا یه ذره اصلا اینجوری نیست. نه سب کن، همینجا بیست، اصلا بیست. تو اصلا نمیتونی کاری شروع کنی که دوست داری. تو اولین شرطش اینه که کاری بکنی که درسته، وسط کارهای درستی که انتخاب میکنی میکنی کدومشو دوست داری. اصلا همچی چیزی نیست. اگر 1 میلیون آدم بهشون ما بگیم که خانم آقایون حقوقتون رو میدیم، نه تشریف نه سر کار، من فکر میکنم غیر از یه عدهشون که دلایل دیگری برای اومدن سر کار دارن، شاید یکشون هم نشه که بیاد. ما کار نمیکنیم به خاطر اینکه کار بکنیم، ما کار میکنیم برای که احتیاج بهش داریم. بنابراین شرط اول اینکه من کار بکنم اینه که کار من درست باشه. کار من درست یعنی ارزش بازار داشته باشه، بازار خریدار داشته باشه. من بیام نقاشی بکشم که هیچ کس نمیخره، 20 ساعتم روی تابلو وقت صرف کنم، 200 ساعتم صرف کنم، وقتی یه دلار نمیخرم کار کردم. اینجوری هم نیست که کار نکردم، ولی با رشته خودم کار نکردم. من با دوره‌های دیگه‌ای که دیدم، یعنی تقریبا من مثلا 2 ماه کار کردم، 3 ماه کار، یه مدت حالت فریلنس کار کردم، یه مدت یه شرکتی رفتم کار کردم. اینجوری نیست که اصلا کار نکرده باشم. آخه عزیز من من کی به تو گفتم تو کار؟ عزیز من، تو ببین، من و تو مورد، تو اصلا نمیخوای از ذهنت بیای بیرون. ببین من با تو کجا دارم میام؟ من به تو میگم بیا بریم این آشپزخونه، نه بیا بریم توی اون فرض کن اتاق مهمونخونه، نه بیا بریم طبقه پایین، بیا بریم تو حیاط. تو باز میخوای بری همونجا که خودت میخوای بری؟ تو حاضر نیستی یه دقیقه لحظه ول کنی؟ من دارم به تو میگم تو دنیایی هستی که نمیتونی بگی من کاری که دوست دارمه. نه، اول باید کار درست باشه، بعد اگر دوست داری هست، نیستم چاره ای نیست برای که باید کار بکنی. دوم، کاری که میکنی علم رو به کار میگیری، یعنی علما رو، علم رو مشورت میکنی، فکر میکنی، اطلاعات راجبش میگیری، فکر میکنی این کار میکنه، بعد متوجه میشی رنجش چیه و پاداشش چیه. اگر اینا رو تصمیم گرفتی که درسته، شروع میکنی، ادامه میدی. معلومه هر کسی که کار میکنه بعد از یه مدتی متوجه رنج کار میشه بدون پاداش. به همین جاست آدم ها رو اگر مثل تو که داری توضیح به من میدی عمل را کنن، از 10 تا کار 9 تاشون هفته اول، ماه اول تعطیل میکنن میان کنار. برای که ما قرار ابتدا هدف رو مشخص کنیم. هدف باید واقع بینانه باشه، ممکن باشه، با شرایط و وضعیت من بخونه، ارزیابی بشه، بگم من حالا میخوام این رشته رو بخونم یا این کار رو بکنم یا تو این کارخونه برم. همه چیز حساب شده. بعد باید بدونم ما تو دنیایی هستیم که اصلا باید رنج و برد، بسیاری از اوقات رنج و لذت با هم ارتباطشون خیلی کمه. به همین جهت است که یه سری کارا هستن و مردمانی هستن که 10 برابر دیگران رنج میبرن، 1/10 دیگران هم درآمد ندارن. 1/10، 10 برابر هم دارن رنج میبرن. یه دلیلی که مردم میرن درس میخونن، تخصص پیدا میکنن، برای که رنج کمتری ببرن، درآمد بیشتری داشته باشن. بنابراین همینجوری نمیشه گفت من دنبال کار برم که دوست دارم. شما درس خوندید، اون درس رو میخوای تو اون کار بکنی، بسیار خوب. نمیخوای، ببین چی کار میخوای بکنی. ولی باید حساب شده باشه. از اولم باید بدونی اگر این کار برای تو کار بهتریه، اصلا مهم نیست تو این کار در برابر رنج و دل سرد شدن و نمیدونم اصلا نداریم. همچین چیزی تو دنیا وجود نداره عزیز. دنیا رو اینگونه درست نکردن. هواپیما نمیتونه بره تو هوا بگه نه نمیخوام بپرم، میخوام حالا سقوط کنم. یه درخت نمیتونه بگه نه بس دارم، من 10 سال سایه دادم، نه دیگه بسه، الان همه برگام میریزم، خودم هم پرت میکنم، قطع میکنم که دیگه هیچ کس زیر سایه من. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. این دنیا تداوم داره، این دنیا استمرار داره. حالت کمال نه ولی من دارم. یعنی نه کمال، نه
عزیز من، عزیز من، صبر کن. تو فقط دست، چون دختر باهوشی هستی همه رو سر کار بذار. کمالگرا داری؟ اگر کمالگرایی هیچ عیبی نداره، من میخوام از یه پله برم بالا. اگر کمال پرستی بیماریه، رها کن، بی خود داری. من کمالگرا دارم، بی خود دارم که دارم. غلطی این کاری رو که همه آدم های عادی میکنن برای من خیلی بورین میاد و مثلا خب بشه همینه که همه همین... انجام میدم من. ما همینه که داریم، بورینگه بورینگه. ما تو دنیای عزیزم، ما تو دنیایی است که داریم رنج میبریم. ما تو دنیای اصلا زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه. تو تازه میگی بورینگ، یه بورینگ که اونقدر درد و رنج داره، این حوصله رو سر میبره. همین که هست، دقیقا همین حالته. اونم کلا به من دقیقا میگه تو اون هوشی که داری، این چه کاری میخوای انجام بدی، تو برو فلان کارو بکن. تو این من... خودت من... هم دقیقا اونجوری. من کاری به ایشون ندارم. نه. ببین عزیز، من یه قسمت دیگه تو رو میارم، ولی میدونستم میخوای این کارو بکنی با هم صحبت نمیکرد. علت اینه که تو باید بمونی روی موضوع، تو نمیتونی بپری از یه موضوع. همینقدر که دیدی اینجا یه جوابی یا یه حرفی از ولش کن بری یه جای دیگه، هرگز بجو. تو درست مثل اینه که میای از خونه بیرون، میگیم امروز میخوام برم خونه فامیل و دوستان و هم کلاسیا، همینجوری میری، نه آدرس داری، میری تا بنزین تموم بشه، برای که بعد میپیچی تو این خیابون، بعد میگی بس که تو اون خیابون بود، بعد میگی بس بذارم خونه این دوستم، بعد هم مثل فکر نمیکنم اینجا باشه. خب یا لاست اند کانفیوز. خب این لاست اند کانفیوز. یه دختر باهوشی هستی که نه با واقعیت کار داری، نه عقل تو میخوای به کار بندازی. بنابراین یه پیامی ما میشنویم، این دفعه یه کمکی هوشتو بیار تو صحنه، که بود هوشت بود، عقل نبود، واقعیت نبود، مسئولیت نبود. میریم پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم اگه خواستی حرفمون رو با هم ادامه میدیم، ولی تو 14-15 دقیقه باید به یه جایی برسیم. به من میگی دو تا موضوع و مسئله و مشکلی که داری، یا شخصی یا در ارتباط با خانواده چیه. ضمناً همین جایی چون ممکنه یادم بره توصیه میکنم، من نمیخوام تو بچه دار بشی، چون بچه در شرایط حالای تو میتونه همه زندگی تو خرابتر و ویرانتر کنه. نمیدونم خودت و همسر چقدر میخواید بچه داشته باشید یا نه؟ فعلا از اون نمیخوام، ولی چند سال آینده. حالا من راجع به چند سال آینده حرفی ندارم، من حالا میخوام بگم بچه نیارید. بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم، یه 10 دقیقه فرصت هست برای که من باید با دوستای دیگه صحبت کنم. به من بگو پرسش اصلی و اساسی یا سوالت یه دونه چه هست، با هم صحبت کنیم. شرح مصیبت و گذشته و نمیدونم کی کرده و کی نکرده نداریم. الان مسئله و مشکل چیه؟ Here and now. اینجا و همکنون. یه ذره کلیه. اول یکی که میخوام ببینم با توجه به صحبت هم شما، حالا کلن تشخیصی که راجع به من میگین چیه و چجوری با این مشکلم که از شاخه به شاخه میپرم و نمیتونم اصلا قدرت تصمیم گیری کلن ندارم. من یه لباس هم بخوام بخرم باید همه مغازه رو ببینم، یعنی بازم نمیتونم تصمیم بگیرم. این دو تا کیف عین هم بذارین جلو من، بعد من باز میگم مثلا کدومش بهتره، کدومش دوستش فلانه، یعنی سالم تره. ببینید عزیز، ببینید، صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید یه زمانی هست که من نمیدونم، یه زمانی هست که من میدونم یه مشکلی دارم، مثل الان قصه یه کیفو که گفتی. از این بعد میگم هر کدوم سمت راست بود رو انتخاب، یا 1, 2, 3, 4 میذارم، اگر 3 تا چیز هست شماره 7 رو انتخاب میکنم، بازی رو تمام میکنم، برای که تفاوتی هم نمیکنه. چون اگر قرار باشه من بخوام خودم و دست خودم یا دیگران بدم که از پا در میام. به من بگید کی وقتی که میره فرض کنید توی رستوران 10 جور غذا هست، خیلی هم گرسنه، 5 تاشو نمیخواد، ولی میدونه باید یکی انتخاب کنه. بعدم اونی که انتخاب میکنه اصلا بهتری نیست، نیست که نیست، گرونتر هم هست، خاص که هست. مال دیگران دیدم که گرفتن خیلی بهتر بود، خب بود که بود. چرا آدم باید اینقدر حسرت بخوره که تمام عمرش بخواد بهترین نتیجه رو بگیره، کمترین هزینه رو بده، بعد به خاطر این همه زندگیشو از دست بده؟ اصلا شما اشتباه میکنید، قبول. شما 5 تا لباس اولی رفتید می‌بینید وقت ندارید می‌خرید، یا یکی مقایسه می‌کنید، دوباره می‌خرید میاد، بعداً معلوم میشه اون بیشتر بهتون میآمد، اون اصلاً ارزان‌تر بود، خب بود که بود. من که قرار نیست تو زندگیم فکر کنم تمام مدت همه چیز باید دقیق و درست باشه، اون موقع از این همون وسواس است.
نه من چون اصلا تا برای الان خیلی مثلا رشته تحصیلیمو دوست دارم ولی به این شکل نه، مثلا همش احساس میکنم نه نه انتخاب ببینید اشتباهی عزیز دارم، الان من، باید عزیز انتخاب دیگه عزیز من، بکنم. عزیز من، نه باز بازی در بود. من رشته تحصیلیمو دوست دارم ولی الان فکر میکنم نه. خواهم چه حرفی نه، الان این رشته رشته ایست که میخواید توش کار بکنید یا نه؟ اگر نه کار دوم چیه عزیزم؟ من گارسونم اومدم برای سر شما، میگم این 5 جور غذا رو دارم، ای اینو میخوام، نه اونو میخوام، نه این بهتر، نه اونو میخوام، این چوش چیه، نه اینو میخوام، اون هفته قبل خورم، نه این چیه، این گفتن اینجا این نمیشه. آخ فرقی نمیکنه، شما روزی که بخواید بهترین نتیجه رو بگیرید بدترین رو میگیرید عزیز. این مسئله پرفکشنیزم شماست، این نشون دهنده یه چیز دیگه هم هست، گمی و گیجی شماست. You're lost and confused. واقعا Lost and اینجوری confused. هم یعنی تو هر خب مسئله صبر کن عزیز من، صبر کن. تو اگر من کار تراپی میکردم میامدی 1 ساعت میشستم تو حرفاتو میزدی میگفتم تو باید بری این رشته رو بخونی، این حکم دادگاست، این فرمان نمیدونم هرچی تو باور داری برو انجام بده، خرابم شد شد به درک، بذار بقیه برات تصمیم بگیرن. من تو کنفرانس کودک درونی که داشتم که تو اشاره بهش کردی یکی از این حرفا بود، اصلا خودتون در اختیار دیگری بگذارید، بیا تو تصمیم بگیر، لباس تو انتخاب کن، جایی که میریم تو انتخاب کن، خودتون رو خلاص کنید. حتی میگم چشماتون رو ببندید یه روز نابینا تو خونه زندگی کنید، چشماتون رو ببندید با دوست بیاد بیرون، اختیارتون رو به دیگران بدید، قبول کنید که من تمام کارهام ناقصه و اشتباهه، همه با این داریم زندگی میکنیم، برای که اصلا تعریف انسان موجودی است ناقص. آخه این هی کامل کامل یعنی چی؟ همینجاست که به هیچ جا نمیرسید. از 1000 نفر که رشته تحصیلی انتخاب کردن ای بسا 600 تاشون ناراضی هستن. خب هستن که هستن. از 1000 نفر که ازدواج کردن آمارا نشون میده 700 تاشون ناراضی هستن. خب هستن که هستن. این که من نمیخوام ناراضی باشم و نداریم، این خودخواهی از کجا میاد؟ من از اینکه فکر کنم من حرف من این است که شب که میرید خونه دید کار بدی نکردید تلفن کنیم چند تا دوست فوش بدید کار بد، دو ظرفم بزنید بشکنید بگیم کار بد. آخه نه اینکه شما به خاطر اینکه هیچ اتفاق بدی نیفته همه بدی ها و بلا رو سر خودتون میارید. الان سر رشته شغلتون نگاه کنید ببینید تو بازار چه کاری هست و چه کاری در مقام مقایسه درآمدش با توجه به نوعش برای شما، برای شما بهتره، نخ بهترینه، بهتره، میرید اونجا انتخاب بهتر. من گرفتم ولی میگم مشکل این که مثلا دقیقا بیفتم اون کار رو به انجام برسونم دارم که باید رو اون کار کنم، یعنی مشکل اصلی الان اینه. یعنی بنابراین اگر تو CD راز و رمز موفقیت منو بشنوی تو 4 ساعت و یا استرس رو تو 4 ساعت متوجه میشی مسئله چیه. من تو زندگی من عزیزم آدم ها چجوری ازدواج میکنن همه چیز رو میدونن؟ آدم ها چه همجور تو ایران که دازه محدودیت همه رشته تحصیلیشون رو میدونن، همه شغل و کارشون رو میدونن، همه موندنشون در اصفهان یا شیراز یا تهران میدونن، آدم ها خارج از کشور میان میدونن. آخه ما با احتمال روبرویم عزیز. اصلا یکی از اون چیزی که بهش میگن اگزیستنشال انگزایتی این که همه کارهای من با شک همراهه. علت چم این است که با اطلاعات کم 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 با تصمیم های بزرگ 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 میگیرن. این واقعیت هم هست. حالا یه مسئله دیگه هم هستش، اینه که ما الان میخوایم مهاجرت کنیم دوباره، بعد ولی شرایطمون توی اینجا بد نیستش. کجا میخواید بری؟ کجا میخواید مهاجرت کنید؟ تو این شهر. خب آخه تو این شرایط میتونین اقدامتون رو بکنید، ولی میخواید برید اونجا چیکار کنید؟ شما ترکیه کشوری است که نزدیک ایرانه، مدتی است اونجا بودید، اونجا یه کار و زندگی دارید. کانادا میخواید برید چیکار؟ اصلا واقع حالا بینانه نیست. حالا اما یه کارهایی میخواد بکنه که فکر میکنه که اونجا براش بره. نه 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 عزیزم، عزیز من فکر میکنه نیست، اگر هست بره بکنید، اطلاعات باید درست باشه. این شرایط سردرگمی به نظرتون تصمیم عاقلانه ایه؟ من اصلا نمیدونم، من هیچی نمیدونم، من هیچی نمیدونم عزیز من. تنها چیزی که میدونم این است که باید علم رو ازش استفاده کرد، یا علم یا عالم رو، اطلاعات رو داشت، مشورت کرد، فکر کرد، تصمیم گرفت، پاش ایستاد. الان شما من میگید جواب منو بده، من نه علمش رو دارم
نه اطلاعاتش رو دارم، نه جهت ها و هدف های شما رو میدونم، نه شما و همسرتون رو از میشناسم. لحاظ روحی چون که مهاجرت خیلی کار پرتنشیه، میخواستم ببینم یعنی بیشتر از این نه قراره. اصلا نه، این اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. این درست پس که بگه من میخوام این غذا رو بخونم، شنیدم اسفناج مثلا آهنش بد نیست، زیاده، منم انسان با آهن احتیاج. عزیزم نمیشه همینجوری مهاجرت در این شرایط روانی. نه شما منی دیپرشن داری، این مقدار دختری هستی به هر حال به دلیل فشاری که رود بوده ناچار باید تو دنیای ذهن و خیال خودت میرفتی، منیک دیپرشن هست، دو قطبی، کمک میخوای، گم و گیجی هست، بنابراین تو اون گونه موارد اختیار بده دست کسی دیگه عزیز. اصلا کاملا در اون مراحلی که میدونی آگاه نیستی، به دکتر به دارو میده حق نداری بری تو اینترنت سرچ کنی ببینی این داروها چیه، ولی که این کارا اشتباهه. من نه دارو نداد، من با اصرار عزیزم مشکلات خودم عزیزم، من کی گفتم تو دارو بده یا نده؟ من حرفم این است که این تحقیقات تو کار دستت میده. یعنی وقتی میگن little knowledge dangerous is dangerous، هست، علم کم خطرناکه. بنابراین من عزیزم، من نمیدونم اسم داروام چیه، برای که من به دکترم اطمینان دارم، به من مربوط نیست داروا. بنابراین لطفا با یک کسی صحبت کن که میدونه، مطمئن باش میتونی باش تماس بگیری، مطمئن باش بازیچه دستت نمیشه، مطمئن باش جلویت میسته و راحت نمیکنه. دختر باهوشی هستی، بسیار باهوشی، ولی متاسفانه از هوشت برای اثبات یه باورهایی که داری استفاده میکنی، علیه کسی نیست، علیه خودته، از پا در میای عزیز، میشکنی. تو 45 سالگی نمیتونی از جات بلند شی، بنابراین راه کن. خیلی خب، بنابراین بیا هر لحظه میخوام اثبات کنم خودم، یعنی هی دنباله یه راهکار جدید میگردم. نکن عزیزم، خب فقط تو میتونی تو یه زمینه کار بشی و تحسین رضایت خاطر خودت. تو اگه بخوای دیگران تو رو خوب بدونن و راضی باشی از اونا، مطمئن باشی از پادر میر. روزی که بخوای مردم برات دست بزنن، وسط دستهای مردم له میشی. رها کن. الان هم اومدی ترکیه، نه کسی تو رو میشناسه نه کاری. انتخاب درست تو بکن. بذار حرفای من رو ای همسرت هم نشنیده بشنوه. اگه وقتی خواستی که امیدوارم نخوای، دوتایی بیاد من ببینم چه خبره برای مهاجرتتون. ولی دفعه بعد نمیذارم این همه پرت و پلا بگی وقتی منو بگیری. مواظب خودت باش. خوش باش. اصلا نه، حالا یه دفعه دیگه اون من با اون حرف بزنم طلاقت میده، خلاص میشه، میره، ولش کن، به روز خود. اصلا این چیزا رو هم نگذار بشنوه، چون اگر بشنوه فکر کنه بابا عجب زنی ما داریم. مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم.